دوستان امشب خوشحالیم خانم سیما اسفدی رو مهمون داریم ایشون قرار راجبه هوش مصنوعی صحبت کنن مطمئنم بحث بسیار جالبی خواهد خیلی از مقالات ایشون رو میشه در ریسچ گیت پیدا کرد من پیداشون اونجا دیدم خانم اسفدی حوزه تخصصیشون فیزیک فیزیک عملی و بیشتر در تحقیقات صنعتی درگیر بودن به خصوص در حوزه بهداشت به صلاح استفاده از تکنولوژی های مدرن در حوزه به صلاح درمان و بهداشت در زمینشون فعال اجتماعی هستند سر حقوق زن بسیار فعال بودن اگر بتونم به صلاح به این حرف رو بزنم ایشون رو من جزو به صلاح جناه چپ جنبشمون میدونم در این روزه همیشه فعال بودن و امیدوارم این فقط اولین جلسه باشه که ما ایشون رو داریم و بتونیم از حضورشون هم استفاده کنیم اگر من در معرفیتون نکته مهمی جای انداختم که خودتون مایل بودید اشاره کنید حتما بفرمایید و به هر حال اتاق در خدمت شما، ما منتظر و مشتاقیم که ببینیم درباره گوش مصنوعی چیزهای جدیدی یاد میگیریم. سلام، اول من سلام میکنم به هر دوی شما و خیلی ممنون از دعوتی که کردین که من در مورد این موضوع صحبت بکنم و همینطور من هم امیدوارم که این دفعه اول باشه و ما ادامه بدیم. به همکاری با همدیگه خیلی خوشحال خواهم شد که به این ترتیب باشه نه من چیز دیگه ای ندارم اضافه بکنم خیلی ممنون از معرفی و میتونم شروع کنم درسته؟ بفرمایید خواهش میکنم بله سلام دو دوباره و من امروز در خدمتتون هستم که در مورد کلا تکنولوژی،, تکنولوژی های مربوط به هوش مصنوعی صحبت بکنم و در مورد کاربردش در مورد تاثیرش بر روی زندگی مردم دا و جامعه یک مقدار از تکنولوژیش رو در واقع می صحبت میکنم و بعد در مورد یک چند کاربرد و مخصوصا اونا رو انتخاب کردم برای اینکه یک نکته هایی باشه که برای بحث و گفتگو خب هوش مصنوعی به عنوان یک رشته ای از که تکنولوژی جدیدی هست داره هرچه بیشتر و بیشتر وارد زندگی ما میشه زندگی آهاد مردم از طریق یک پروسه ها و فرایند هایی که به زندگی روزمره مربوطه ولی در عین حال به یک ترتیبی همینطور نوازه باقی مونده یعنی اینکه برای آهاد مردم کاملا مشخص نیست که هوش مصنوعی چی هست با وجود اینکه مردم میبینن که در زندگیشون وارد شده و تعداد زیادی از مردم این رو به عنوان یک تکنولوژی که میتونه نفع داشته باشه برای جامعه و برای کار... کارهای روز... روزمره میتونه باعث سریعتر شدن بشه میتونه به بعضی مسائل رو تر انجام بشه به خاطر وجود هوش مصنوعی ولی در ضمن در زمن همینطور نگران هستن که ممکنه آثار منفی هم داشته باشه آثار منفی مشخصا چیزی که عنوان میشه بجز اینکه هوش مصنوعی بتونه بعضا جایگزین کار مرد آهاد مردم بشه یعنی که مردم کارشون از دست بدن به خاطر وجود برنامه هایی که میتونه کارهایی رو که انسان انجام میداده به وسیله ماشین یا الگوریتم ها انجام بشه همینطور این رو عنوان میکنن که نگران این هستن که تصمیم گیری انسان تاثیر قرار بگیره به خاطر وجود این مدل های کامپیوتری و به این ترتیب هست که این حالت یک مقدار ناواضح بودن باقی میمونه و خب این علت های دیگه هم داره مثلا اینکه کلا هوش مصنوعی به عنوان تکنولوژی یک حوزه جدید هست حداقل برای بیشتر مردم در جامعه و یک حوزه هست که به سرعت داره رشد میکنه و همینطور داره تاثیراتش تو تمام تو مقدار زیادی از قسمت های ام ام که مربوط به زندگی میشه چه از نظر رفت و آمد گرفته تا موارد پزشکی گرفته تا درس و آموزش تاثیرات همه جانبه داره ولی خب وقتی نگاه میکنیم از اسمش اصلا هوش مصنوعی اگر معنیش این باشه که این یک هوش هست که یک در واقع یک خاصیت که از ما برای انسان قائل هستیم ولی این مصنوعیه منتها اگر نگاه بکنیم به تعریف خود هوش که حالا ما از اینتلیجنس ترجمه کردیم به هوش این تعریفش خودش یک ما یک تعریف جهان شمولی نداریم که همه این رو قبول داشته باشن که اصلا چی هست این اه، اه، هوش به عنوان اینکه چی هست و حالا اینکه فرایند به وجود آمدنش چیه که ما بتونیم بگیم که یک پدیده ای داریم که به وجود اومده و چون به, به وسیله فرایند های مصنوعی بوده ما اینو میتونیم بهش بگیم هوش ولی خب هوش مصنوعیه به این ترتیب این باز اضافه میکنه به اینکه ناواضح بودن جدا از اینکه این به خاطر اینکه یک حوزه جدیدی هست در تکنولوژی در واقع اون ترمینولوژی خودش رو هم داره که باز هم به طور جهان شمول همه به طور مساوی استفاده نمیکنن و این باز اضافه میکنه به اینکه نوازه بمونه واسه مردم و همینطور و به خاطر همین ترمینولوژی که ما یکسان نیست در واقع صحبت در موردش و اینکه بحث های باز باشه در, در سطح جامعه آسون نیست و در واقع این یک نیاز هست که ما به اونجا برسیم که بخش خصوصی، بخش دولتی، کسانی که دولت مردان یا زنان یا کسانی که در واقع این تکنولوژی ها رو میان و براشون قانون قاعده وضع میکنن که چطور استفاده بشه و همینطور رسانه ها ما باید بتونیم با یک زبان راجب به این موضوع حرف بزنیم که الان هنوز وجود نداره و در علت دیگه هم این هست که میشه راجع به این موضوع بحث کرد در واقع که از یک طرف ما میبینیم که یک یک سری کاربرد های هوش مصنوعی خیلی زیاد در به وسیله رسانه ها و کلا اینجوری هست که مردم توجه زیادی بهشون میکنن و میبینن وجودشون رو اما از طرف دیگه در یک موارد دیگه این تکنولوژی داره رو زندگی مردم اثر میذاره اما چون از چشمشون یعنی در چشم نیست و دیده نمیشه به ریسک هایی که وجود داره در موردش توجه زیادی نمیشه من سعی میکنم این موضوعی رو که گفتم یک کمی بیشتر باز بکنم به وسیله چند تا مثال مثال کاربردی که هوش مصنوعی درش شرکت داشته و بعد این که ببینیم برای اینکه بیشتر بتونیم راجع بهش بحث بکنیم که چطور میشه در واقع به این با ریسک هایی که وجود داره روبرو شد چطور میشه قانون وضع کرد برای استفاده برای اینکه در واقع از مواهبیش مواهبی که هوش مصنوعی به ما میده استفاده بکنیم بدون اینکه اجازه بدیم که ریسکش به جامعه ضربه بزنه. برای این کار من فکر کردم که شاید مفید باشه که یک مقدار در واقع تکنولوژی های در حال حاضر تکنولوژی که استفاده میشه برای ایجاد کاربورد هایی که به هوش مصنوعی مربوط میشه اونا رو به طور خلاصه توضیح بدم بیشتر برای اینکه بعد که وقتی اگه میخوایم راجع بشون صحبت بکنیم بیشتر روشن باشه و بعد همینطور که گفتم چند تا مثال در مورد کاربرد هوش مصنوعی رو اضافه بکنم و در اونجا یک مقدار سوال هایی که وجود داره که در واقع بین متخصصین راجع بهش صحبت میشه و همینطور این پیامدهایی داره برای زندگی آهاد مردم خب اگه بخوام از تکنولوژی شروع بکنم مسلما ما باید از موضوع یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ شروع بکنیم چون این ام یا ماشین لرنینگ میتونم از اینجا که بهش میگم ام در واقع این قسمت این قسمتی از هوش مصنوعی هست که داده ها در اونجا آم آم آنالیز میشن پروسس میشن و این در واقع منظور این هست که ما یک مدل یک مدل کامپیوتری یک الگوریتم یا که در واقع خوب میشه گفت اون ماشین قسمت ماشین هست رو ما تعلیم میدیم این یاد میگیره به وسیله داده هایی که در اختیارش میذاریم که آم یک فرایندی رو انجام بده که منجر بشه به یک انجام یک کاری که ازش خواستیم یا حل یک مسئله ای که ما ترک کردیم برای اون مدل یعنی مدل رو ایجاد کردیم برای حل این مسئله این یاد گرفتن و این در واقع استفاده از داده ها این دوتا خیلی در واقع مهم هستند در این مورد و به خاطر همین اسم ماشین لرن حالا تکنولوژی این یادگیری ماشین این در واقع به طور در اخیرا در عرض چند سال اخیر پیشرفت زیادتری کرده و اون به خاطر وجود داده های که با مقدار خیلی زیاد بیگ دیتا که معروفن به این که در واقع وقتی که ما به ماشین لرنینگ فکر میکنیم که یادگیری ماشین Um, میتونیم در نظر بگیریم که اگر ما مثلا یک سری um, مسئله آماری یا مسئله ریاضی داشته باشیم که به وسیله فرمول هایی بتونن um, حل بشن در واقع میشه تصور کرد که یک ماشین وقتی که اون فوتبال رو بهش بدیم و مقدار زیادی داده هم داشته باشیم ماشین میتونه این کار رو از انسان انجام بده و از به این ترتیب هست که گفته میشه که بهتره اما این هنوز اون درجه هوش رو نداره چون در واقع مثل همون ماشین هست که یک عملی ازش خواسته میشه و اون دنبال میکنه و جواب رو به ما میده ولی یک مدل های دیگری هست برای یادگیری که اونها در اونها هستن که در واقع push اضافه میکنن به این فرایند و اون مدل هایی هستن که در واقع یاد گرفته شدن از نوعی که مغز انسان البته وقتی که شروع کردن با مغز انسان نبوده ولی بیشتر الان بیشتر و بیشتر که ما یاد میگیریم که مغز انسان چطور عمل میکنه در در اینکه داده ها رو استفاده بکنه و در حل مسئله ازش کمک بگیره این اون پروسهی که در واقع در مغز انسان به کار میبره این فرق داره با اون مدلی که ما اون مدل های اولیه یادگیری ماشین رو داشتیم و به خاطر همین هست که محققان شروع کردن که یک با در واقع تقلید یا استفاده از این مدل یادگیری مغز انسان مدل هایی که جدیدتری به وجود بیارن یعنی مدل های کامپیوتری جدیدتری به وجود بیارن که که اون هوش درش وجود داشته باشه که این رو مثلا میتونیم به این ترتیب در نظر بگیریم که اگر وقتی که ما میخوایم مثلا اون شناسایی یک سری اجسام رو به از طریق کامپیوتری به دست بیارین این تعداد خیلی زیادی داده لازم داره و تا اینکه یک ماشین بتونه این کار رو انجام بده اما وقتی که به اون پروسه‌ای که مغز انسان به کار میبره نگاه بکنیم مثلا یک بچه رو در نظر بگیریم که ما میخوایم بهش یاد بدیم که یک موجود، این موجوداتی هستن که اینا پرنده هستن یا یک گربه هست میخوایم بهش نشون بدیم ما لازم نیست که به یک بچه انسان مثلا ده ها هزار گربه رو بهش نشون بدیم از زوایای های مختلف با اندازه های مختلف با نقطه ها و فیچر های مختلف تا اون یاد بگیره که همه این گربه هایی که میبینه که با از, از یک نظر های تفاوت هایی دارن اینا ولی همه رو بذاره توی یک در واقع کتگوری که اینا گربه هستن و کاملا مطمئن باشه که اینطوره و اینا رو اشتباه نکنه با یک مثلا ما سگ این وقتی که این رو در نظر میگیریم نگاه بکنیم که چطور انجام میشه در مغز اون بچه یا مغز انسان این طور هست که اون وقتی که یک تصویر در واقع یک گربه رو میبینه این لازم نیست که تعداد خیلی زیادی داده رو از اونجا داره فقط تعدادی که انتخاب میکنه یعنی در این یک سری فیچرهایی هستن که ازش انتخاب میکنه بعد اینها رو با هم میذاره توی یک گروه های مختلف کتگوری درست میکنه بعد اینا رو وقتی که با یک مثلا گربه دیگه مواجه میشه که این داده ها در اونجا فرق داره اینها رو ادپته میکنه بعد به همین ترتیب اینا رو همینطور ادامه میده و بعد با هم مقایسهشون میکنه در این سه تا المانی که ما اینجا داریم یکی استفاده این که فیلتر بکنه ببینه که چه داده هایی کدوم قسمت از اون داده ها نیاز هستن چطور میتونه وقتی که شرایط عوض بشه اینا رو ادپته بکنه بعد اینا رو با هم دیگه جمع کنه توی یک کاتگوریای مختلفی بذاره و دست آخر با هم مقایسه بکنه و این پروسه, پروسه ای هست که خیلی سریعتر به نتیجه میرسه و همینطور که میبینین تعداد به اون زیادی داده لازم نداره و این هست که یعنی در واقع هدف نهایی هست که ما بتونیم چه این کار رو بکنیم بر اساس این مدل یادگیری یک مدل های کامپیوتری ایجاد شده که،, که به اسم نورال نتورک که در واقع مثل اون نتورکی که در مغز یا منظورش این بوده که کپی بکنه اون نتورکی که در مغز وجود داره برای همین هم هست که از نود و کانکشن ایجاد شده پارامتراش اون یک نود های نقطه هایی هستن که با هم به همدیگه مربوط هستن تو یک شبکه هایی و همینطور اینا به همدیگه جوری ارتباط دارن و بعد در لایه های مختلف ایجاد شدن این نورال نتورک که یک در واقع کار جدیدی هست یا اینکه نوع مدل های جدیدی هست ما هنوز به اونجا نرسیدیم درش که بتونیم با تعداد کمی دیتا مثل مغز انسان واقعا به اون نتایج برسیم اما اون ام اهمیت بیگ دیتا هنوز وجود داره به خاطر اینکه اون مدل ها رو که ما میتونیم با وجود دیت های, با دیت های بزرگ وقتی که اینا رو با هم بذاریم کنار هم یعنی از هر دو تا استفاده بکنیم هم از نورال نتورک و هم دیت های بزرگ که اینا هست دیپ لرنینگ یعنی دیپ لرنینگ که یک در واقع قسمتی هست از ماشین لرنینگ که ما ماشین داره یاد میگیره از دیتا و دیپ لرنینگ این هست که به وسیله نورال نتورک کار میکنه و ولی چون هنوز نمیتونه با دیتاهایی که در واقع حجم کمی دارن به اون نتایج برسه اینه که از دیتای بزرگ تعداد بزرگ استفاده میکنه و اون وقت با یاد گرفتن و باز یاد گرفتن دوباره و یک این چرخه که هم یادگیری هست و در واقع آوتپوت رو به وجود میاره ولی بعد اگر که کامل نباشه یا درست نباشه دوباره این ادامه پیدا میکنه میتونه به نتیجه برسه اما در واقع نتیجهش این هست که هم به دیتای خیلی بزرگ احتیاج داره تعداد زیادی و هم اینکه زمان طول میکشه مدل ها بی... هستن مدلاش مودل... از نظر ریاضی بیشتر کار داره و بیشتر طول میکشه که نتیجه رو بده ولی نتیجه بهتری به وجود میاره که این دیپ لرنینگ هست که اون یک تکنولوژی جدید تری هست ولی خب در بعضی موارد ما میتونیم هنوز باشین لرنینگ استفاده بکنیم در بعضی موارد بهتره که دیپ لرنینگ استفاده بکنیم چون اینا تفاوتهایی داره هر کدومش یک مصبتهای منفیهایی داره ام، یک مدل دیگه ای، ام، سری از مدلهای دیگه ای که الان میبینیم مثلا چت جی پی تی که حتما آشنا هستن همه باهاش یکی از اونها هست مدل هستن که به, اون، به اسم جنراتیف مدل هستن این جنراتیف هم چون از, از اسمش پیداست که خب این استفاده میکنه از مدل کامپیوتری برای ایجاد یک در واقع کانتنت آتپوتی که وجود نداشته و این رو به وجود میاره خب این از اسمش پیداست که جنریت میکنه آتپوت رو حالا اینها این, مدل ها این مدلها میتونن با یک در واقع مود کار بکنن که مثل اینکه فقط آدیو باشه با صدا و هم دریافت بکنن، هم اینپوتش با صدا باشه هم جوابی که میده یا اینکه مالتی مود باشه که بتونه هم نوشتاری باشه تکست باشه هم صدا باشه هم ویدیو باشه یا حتی کود باشه و که اینا اینها رو وقتی که ما همراه بکنیم جنراتیو مدل رو با اون دیپ لرنینگ اون وقت نتیجه چیز قوی تری میشه و خب بعد این همونطور که گفتم از اول این همه مربوط میشه به این یادگیری یادگیری ماشین حالا به وسیله هر کدوم از مدل‌ها باشه بسیار مهمه که انواع و اقسام یادگیری البته داریم که حالا لازم نیست ما به همه جزئیاتش بپردازیم ولی اون آرکیتکچری که در واقع نورال نتورک رو استفاده میکنه با همونطور که گفتم با اون نود هایی که با هم دیگه مربوط هستن یک شبکه ایجاد کردن اینها این, میتونه به صورت اینکه یا سوپر بشه یا سوپر وایز نباشه این یادگیری رو انجام بده البته باز دوباره مثبت و منفی داریم در مورد اون مواردی که اگه میخوایم این رو به عنوان با همراه با مدیریت یا سوپر وارز بودن یادگیری رو انجام بده مدل اون وقت باز باید خود محقق یا انسان اونجا یه کارایی بکنه ولی اگر بخوایم که بدون سوپرویژن این مدل تمام یادگیری رو انجام بگیره باز پیچیده تر میشه و طولانی تر میشه اما اگر مثل همین جریان چت جی پی تی همراه باشه با اینکه بتونه زبان انسان رو مثل نچرال لنگویج به کار ببره اون وقت اینطور میشه که این مدل رو میتونی میتونیم در اختیار همه مردم قرار بدیم برای اینکه میتونن با زبان معمولی به عنوان نچور لنگویج بهش اینپوت بدن بعد ازش بخوان که سوال بکنن که جواب بده و همه اینها باز میتونه جز یادگیریش باشه به خاطر همین هم هست که این نوع مدلی که مثل چت جی پی تی رو در اختیار مردم قرار دادن چون اولا مدل زبان انسان رو میتونه استفاده بکنیم نه زبان کامپیوتر مثل بعضی از ها که نمیشد این کار بکنیم هم اینکه یک جنراتیو مدل هست که میتونه ایجاد در واقع کانتنت بکنه و حالا یک خواست دیگه هم داره که بعدا توی اون یک قسمت بعدی اشاره میکنم بهش که چطور ساخته شده و چطور, چطور هست که میشه با ازش برای کاربردهای بسیار مختلفی استفاده کرد و برای همین داره خیلی کاربرد در همه زمینه داره بیشتر میشه و سرمایه گذاری روش داره بیشتر میشه بعد همونطور که فکر میکنم دوستان شنیدن مثلا همین چت جی پی تی رو به عنوان لارج لنگویج مدل اسمش هست یعنی که یک جور مدلی هست که بر اساس زبان هست یا همون زبان طبیعی لنگویج انسان نماشید که خب ما کلا این زبان این مدل های بر اساس زبان رو قبل از اینکه لارج باشه یعنی منظور اینه که بر اساس داده بسیار زیاد اون مدل معمولی قبلی شو که بر اساس همین پروسه که پروسه همین زبان معمولی رو به کار بردن این چیزی هست که باهاش در تماس بودیم مردم آشنا هستن همه با مثلا اون وقتی که شما یک نرم افزاری مثل ورد رو استفاده میکنیم و میبینیم که میتونه لغت هایی رو که استفاده می کنی تصحیح یا بعضی از چت اونایی که کاربورد هایی که در چت هست که شما داری می لغت پیشنهاد میده این بر اساس این هست که یک جور احتمالات رو حساب میکنه بر اساس اون جملاتی که بهش داده شده توی مدلش که میتونه بگه که احتمال این هست که حالا شما این رو گفتین بعدش چی میخوایم بگین این همون لنگویج مدل بوده که ما باش آشنا هستیم ولی حالا بعد که اینطور شده که داده های خیلی بزرگ به دست در دسترس قرار گرفته حالا لارج لنگویج مدل به وجود اومدن که چت جی پی تی یک نمونه هست که همه راجبش میدونن و همینطور که بر اساس نوشته هست یعنی تکست ما باهاش کار میکنه و دیگه دالی دالی تو هست که اون بر اساس تصویره و انواع دیگه هم هست خب اینا مدل هایی که مدل مثل جی پی تی که در واقع جی این کوتاه شده یه جنراتیف پری تریند ترانسفر ترنسف، مدل هست خب جنراتیفش که تعریف کردیم چون ایجاد میکنه در واقع کانتنت بر اساس مدلی که داره و دیتایی که در اختیارش هست و پری تریند هم همین این هست که گفتیم که خب بالاخره باید یادگیری وجود داشته باشه از این دیتایی که بزرگ چون این در واقع این هم جنراتیو هست ایجاد میکنه و هم اینکه یادگیری جزء کارایی هست که میکنه حالا ترانسفورمر این مدلایی هستن که میتونن در واقع مدل میتونه یک سری پترن رو که با استفاده از یک سری داده یاد میگیره این رو میتونه در واقع ترانسفر بکنه به یک کاربرد دیگه برای همین هست که این چت جی پی تی مثلا الان در بینگ بینگ چت بر اساس اون به وجود اومده یا یک کاربرد دیگه به اسم دو باز بر اساس اون لایه اولیه چت جی پی تی چهار یا سه و نیم یا چهار هست که باز اون خاصیت دارن که میتونن این کار بکنن که بلا این جی پی تی مدل ها مودل هایی هستن که هم ایجاد کننده هستن جنراتیف هم این که پری تریند شدن به منظور اینه که اگر وقتی که ترانسفر بشن به یک کاربرد دیگه اون وقت میشه دوباره اینا رو به قولی فاین تیون کرد که یعنی دو دو برای اینکه مثلا از جی پی تی رفته به بینگ اونا میتونن روش کار کنن ولی این خاصیت مدل هست که این رو اجازه میده که روش کار بشه برای اینکه یک کاربرد دیگه ازش به وجود بیاد حالا این همونطور که گفتم باز بر اساس نورال نتورک هست که اینا همون نود و اون ارتباطاتی که وجود دارن که اون شبکه هستن و همینطور یک تکنیک هایی برای توجه یعنی تمرکز بدن به روی یک قسمتی از دیتا مثل خود مغز هم که همین کار میکنه که ممکنه وقتی که تمام داده ها رو نگاه میکنه تمرکز میده به یک روی یک قسمتیش و اون وقتی میخواد فیچر انتخاب بکنه از اون ممکنه بیشتر بگیره این کار رو میشه در مورد این مدلایی که میتونن ترانسفر بشن همینطور انجام داد که یک جور آرشیتکتی هست که اینطور تعریف شده حالا مرحله بعدی که در واقع لایه بعدی که این مدل داره مثلا همون چت جی پی تی 4 این هست که همونطور که گفتم چون این تمام این علمان ها رو بذاریم کنار هم میتونه نشون داده شده که میتونه کارای مختلف انجام بده برای همین هم هست که سرمایه گذاری زیادی روش هست مثلا این آمازون که سیستم AWS داره آمازون وب سرویسز تا به حال تقریبا شاید حدود چهار بیلیون دلار سرمایه گذاری کرده که از این مدل ها انواع این مدل ها رو به وجود بیارن که حالا اینا اسمشون میشه فاوندیشن مدلز یعنی اینا این از مجموعه همه اینها این فاندیشن مدل چیز بسیار جدیدی بیست سال یک تنها جایی نبوده ولی استنفورد اون مرکز هوش مصنوعی استنفورد شروع کرده به ایجادشون و نامگذاریش در واقع از اونجا اومده ولی دیگران هم الان دارن شدیدن روش کار میکنن و این خاصیتی که این فاوندیشن مدل مدل دارن به خاطر اینکه مثل فاوندیشن مثل این در واقع یک لایه اولیه میتونه باشه این لایه اولیه خودش یک مدل هست یعنی میتونه خودش کار بکنه به عنوان یه مدل کامپیوتری اما خاصیتی که داره که خیلی بیشتر قابل توجهش میکنه اینه که همونطور که گفتم میتونه یکی از کارهایی که بکنه این که ترانسفر بشه به یک کاربرد دیگه و برای اون کاربرد دوم بیشه فاین تیونش کرد که این کار رو انجام بده ولی شاید مهمتر از اون این هست که میتونی لایه های باز دوباره روش سوار بکنی یعنی یک همون از همون اون شبکه نود نودز و ارتباطات استفاده بکنیم و یک لایه دیگه ای مدل ایجاد بکنیم که بتونه روی اون سوار بشه و حالا مثلا میتونه اون مدلی که بر اساس تکس بوده ما بیاریم و وقتی که تبدیل میخواد بشه به فاوندیشن مدل یک لایه بهش اضافه بکنیم که حالا بتونه آدیو هم کار بکنه بتونه ویدیو هم کار بکنه و از این به این ترتیب این خیلی مهم شده و مثلا در مورد آمازون آمازون الان داره روی یک سیستمی کار میکنه به اسم بدراک راک که در واقع منظورش همین هست که این فاوندیشن مدلز به وجود بیاره که اینها اون وقت بتونن به کسانی که مشتری AWS هستن از آمازون وب سرویس استفاده میکنن اون وقت آمازون بهشون اجازه دسترسی به این لایه اول مدل رو بده که اون وقت اونها بتونن تغییراتی درش بودن یا بهش اضافه بکنن و برای کاربرد خودشون ازش استفاده بکنن چون این الان مدلی هست که از همه بیشتر یعنی در واقع پیشرفته تره خب در ضمن اینکه به خاطر این در پیچیدگی که پیدا, پیدا میکنه به خاطر این چند لایه بودنش یک اشکالی به وجود میاد هم تکنیکال هم از نظر اینکه قانون براش وضع بشه و اینه که اگر شما یک اشکالی داشته باشین یک چیزی کار درست کار نکنه توی اون لایه اولی توی اون در واقع بیس این ممکنه که بعدا اگر لایه های اضافه روش ساخته بشه به اونجا سرایت بکنه یعنی اون یک اشکالی وجود داشته باشه که اون وقت شما سختتر میتونین بفهمین که آیا این از لایه اولیه هست یا از لایه های بعدی این کار رو هم از هر دو من در واقع هم جوری که بهش نگاه بکنیم سختتر میکنه هم از نظر تکنیکی و هم از نظر اینکه خب بخوان سیاست براش بذارن که چطور استفاده بکنه به خاطر اینکه ایمنی افراد یا یا هر جور مسئله ای که یک مدل میتونه داشته باشه ولی خب به خاطر اینکه فعلا مدلی هست که مدلی هستن که میتونه خیلی بهتر کار بکنه این همین فعلا داره پیشرفت میکنه و در به خاطر همین هم هست که در مقابل این مثلا مدلایی که فقط برای یک کار انجام میشه به اونا میگن هوش مصنوعی در واقع باریک یا هوش مصنوعی که محدود در واقع نه رو ای آی به اونا میکن به خاطر اینکه اینا وسیع تر استفاده هایی که میتونه ازشون بشه یعنی مثلا اون از اون محدود نمونه هایش همین که الکسا هست در م... که الکسای آمازون که در واقع کمک میکنه شما میتونی باش با حرف بزنی و باید حرف میزنه و یه کارهایی هم انجام میده ولی دیگه این مدل رو نمیتونی استفاده بکنی که مثلا ویدیو هم ازش استفاده بکنیم فقط به این ترتیبه برای همینه که اینا فاوندیشن مدل و همینطور که این خاصیت ترانسفر لرنینگ هم دارن که این یادگیری میتونه از یک حوزه به حوزه دیگری مربوط بشه این خیلی فعلا هنوز مسئله مهمی هست و در واقع من فکر میکنم که تا اینجا با اون, اون چیزی که میخواستم بگم که, که کل در یک خی... به طور خیلی خلاصه بگم که چه تکنولوژی الان داره ما در استفاده میکنیم و چه چیزی در حال به وجود اومدن در حال رشد و سرمایه گذاری هست دیگه فکر میکنم کنم همینقدر کافی باشه حالا میتونیم اگر بخوایم ببینیم که اینها استفاده ای از اینها چه مسائل دیگه ای به وجود میاره یا چیزایی که بحث های به وجود میاره خب، یه سری بحث هایی هست که فکر میکنم که شنید، شنیده باشن همه چون که زیاد ازش صحبت میشه مثلا اینکه هوش مصنوعی میتونه بیاد کار مردم رو انجام بده و یه عده از مردم رو بیکار بکنه که خب این, این هست همین الان هم وجود داره و ولی سوال هایی هست که بیشتر تکنیکی میشه که آیا میتونه هوش مصنوعی کارا رو بهتر از آدما انجام بده همونطور که قبلا نگاه کردیم دیدیم که خب آره مثلا یه کارایی هست مثل یک محاسبات ساده آماری یا ریاضی رو میتونه بهتر از آدم ها انجام بده ولی خب اگر بخوایم این رو بگیم به طور کلی باید ببینیم که تو چه زمینه ای و این سخت میشه مدا اینطور هست که کسانی که روی مدل ها کار میکنن بعضا فکر میکنن که امکان این هست که مدل بعد همین وقتی که همینطور ادامه بده به یادگیری در به یک نقطه ای برسه که جوری رفتار بکنه که ما نمیتونیم پیش بکنیم چطور رفتار میکنه و خب در این در اون مرحله میتونه یک مقدار خیلی زیادی در واقع نتیجه به ما ارائه بده که ممکن این خیلیاش اصلا کاملا بیمعنی باشه ولی احتمال این هم هست که یک دفعه بره به یک در واقع یک درجه ای از هوش برسه که به ما نتایجی بده که بیشتر از اونی هست که انتظارش داریم ولی خب این باز یعنی <worship> اینطور نیست که ما یک در واقع رسپی براش داریم که چطور میشه؟ هیچکس کسانی هم که به این معتقدن که ممکنه اینطور بشه، از آن دارن که نمیتونن پیش بینی کنن نمیدونن در چه مرحله ای نمیدونن چقدر داده لازمی که ما،, ما رو به اونجا برسونه و چقدر این چرخه یادگیری باید ادامه پیدا بکنه این فقط یک جور گمان زنی هست به, به،, به،, به نظر من که میتونه به اونجا برسه هنوز ما نمونه ازش نداشتیم با وجودی که بعضی ها خیلی چیزها رو عنوان میکنن که مثلا هوش مصنوعی چه چیزایی رو میتونه حل بکنه ولی چیز معجزه معجزه ازش فعلا ندیدیم که بتونیم بگیم نتونیم توضیح بدیم که این از کجا اومده و همینطور مثلا نظرات مختلفی وجود داره در مورد اینکه آیا هوش مصنوعی میتونه نوع آوری بکنه آیا ما میتونیم یه مدل رو نگه داریم بدون اینکه داداش رو عوض بکنیم بدون اینکه خود مدل رو عوض بکنیم و این یه دفعه یه چیزی بده بیرون که اصلا جز اون داده های قبلی که ازش ازشون یاد گرفته نبوده این رو بعضی هم میگن که نه همچین چیزی امکان نداره و اصلا هوش مصنوعی کاری که میکنه در واقع همون کپی میکنه و حتی لغت پلیجریزم رو استفاده میکنن که میگن آره این بدون اجازه کپی میکنه از کار دیگران این کاری که انجام میده اما بعضی دیگه باز به خاطر همین اینکه چرخه یادگیری در اثر یادگیری خودش رو بهتر میکنه احتمال این رو میدن که اگر داده ها خیلی زیاد باشن و این بتونه قسمت های مختلف چیز در واقع دانشی رو که توی داده ها هستن بذاره کنار هم و از توش چیز سنتز بکنه که ما پیش نمیتونیم بکنیم به این ترتیب میگن که میتونه در واقع نوآوری هم بکنه این دو تا نکته بود که من فکر کردم خوب متذکر بشم قبل از اینکه بپردازم به در واقع اون مثال هایی از کاربرد که انتخاب کردم که در موردش صحبت بکنم امیدوارم که این بتونه به یک جور بحث و گفتگو کمک بکنه اینا رو من به یک ترتیبی به خدمت شما ارائه میدم به این ترتیب که هر چه وقتی که از یک به دو به سه که میریزیم این ریسکی که در واقع داره بیشتر و مهمتر میشه یک این اولین چیزی که من مشاهده می کنم این هست که تاثیر در واقع ای آی یا هوش مصنوعی بر روی سیستم آموزشی خب اینا طولانی هم نیست به کوتاه توضیح میدم سیستم آموزشی فکر میکنم همه میدونن که الان مدتی هست که دسترسی به اینترنت یا داشتن چیزی شبیه یه تبلت یا کامپیوتر و لپتاپ دیگه شده جزئی از یادگیری یادگیری حتی در مرحله دبستان دبیرستان و همطور دانشگاه و حالا این با اومدن یک در واقع ابزاری مثل چت جی پی تی این مسئله به وجود اومده که در مورد یک دیسیپلین هایی مثل علوم اجتماعی فلسفه مردم شناسی این, این, اون در واقع رشته هایی که اینا بر اساس نوشتار هستن وقتی که دانشجویی داره یاد میگیره ببخشید معمولا دانشجوها وقتی که موتون استفاده میشه به شکل نوشتاری که بهشون یاد داده میشه و بعد هم نشان اینکه اینها یاد گرفتن مطالب رو این هست که در واقع خودشون مقاله مینویسن احسایی مینویسن و <applause> و باز یک،, یک نوشتاری هست که ارائه میدن حالا ممکنه یک مقدار مثلا جدول و نمودارم توش باشه ولی اصل موضوع این هست که یک ایده ای هست که به وسیله نوشتاری همونا جذب میکنن و هم نشون میدن الان مثلا من میدونم که تو یک این بعضی از این رشته ها در دانشگاه هلند من باشون در تماس هستم اینطور هست که برای دانشجوهای گروه های در واقع انضباطی تعیین شده که وقتی که اینا مقاله می که ارائه میدن اگر که استادشون شک کرده باشه که نکنه اینا بر اینا رو با چت جی پی وجود آوردن یا کار خودشون نیست اینا رو ارائه رجوعشون میده به این گروه, گروه های انضباطی که اونها هم دانشجو مصاحبه میکنن و هم کارشون نگاه میکنن برای اینکه ببینن که این کار خودش هست و نیست اما در این حال یک صحبت هایی رو شروع کردن در خود این بخش ها که از خودشون میپرسن که آیا ما همچنان باید به همین ترتیب قبلی ادامه بدیم به یاد دادن و اینکه ببینیم کسی اون مطالب رو یاد گرفته یا نه این مثلا یکی از نمونه های این هست که وجود هوش مصنوعی در جامعه چطور داره سیستم آموزشی رو تحت تاثیر قرار میده این یک موردشه یک مورد دیگه که من فکر میکنم که همه به هر ترتیب روبرو شدن یا شنیدن در مورد این تصاویر دیپ فیک که شما ممکن دیده باشین که یک ویدیویی هست که دیپ فیک هست معمولا اگر کسانی هستن که شناخته شده هستن مثلا یا سیاست یا سلبریتی هستن به هر ترتیبی یه ویدیو ازشون ایجاد میشه حالا ده، که در مثلا تو اینترنت یا اون شبکه های اجتماعی دیده میشه میبینیم اما طبق یک ریپورت خیلی جدیدی که یکی دو روز پیش منتشر شده از یک سازمان غیر دولتی در که در آمریکا هست سالهای سال هست که د... کار میکنه در زمینه اسمش از NCMEC که یک مرکز ملی هست برای بچه های گم شده یا اینکه مورد آزار قرار گرفته اینا یه ریپورتی دادن از اینکه در واقع این ویدیوهای ام، که دیپ فیک که از بچه ها به وجود میاد و اینها رو ام، با از عکس های یک مثلا یک بچه استفاده میشه ولی با به وسیله تکنولوژی دیپ هوش مصنوعی اینها رو عوض میکنن این ها رو ازش ویدیوهای جنسی با خشونت و بسیار وحشتناک درست میکنن در بعضی موارد این باعث استراب و خنورتی زیادی میشه برای پدر مادر رو اون بچه اگه اینو ببینن در بعضی موارد بچه هستن که خودشون اینا رو میبینن و همینطور این بعض وقتا اینا رو از استفاده میکنن برای اخازی کردن از خانواده که میگن که اگر اگه نه ما مثلا اینا رو منتشر کنیم اینا گزارش دادن که تعداد این ویدیوها در مثلا 2023 بسیار زیادتر شده نسبت به سالهای قبل و یک کتگوری جدید اضافه کردن که اینایی ای هستن که هوش مصنوعی ایجاد کرده این ویدیوها رو و میگن که اتفاقا در این هست که این تعداد که تعدادی که ما میبینیم که انقدر زیاد شده بیشتر به خاطر استفاده از هوش مصنوعیه که حالا دارن تقاضا میکنن از اینکه مثلا در آمریکا کنگره ولی آه آه کاری بکنه ولی هم همینطور این رو میگن که در واقع دنیای تکنولوژی باید به فکر این اینجور ریسک ها باشه یک مورد سومی که میخوام اشاره بکنم بهش این در واقع یک موردی هست در مورد جنگ یا حمله اسرائیل نسل کشی اسرائیل به غزه در سال،, سال 2023 یک وقتی که در جنگ شروع شده بود یک ویدیوی اول یک مقاله در یک نشریه اسرائیلی به اسم که هست پلاس به اضافه 972 دو منتشر شد و بعدم یه ویدیوی در واقع درش کرد به خارج و این نشون داد که یک این یونیت 8200 که مربوط به سایبر اینتلیجنس هست در اسرائیل یک نفر هست که از اون که در اون یونیت کار میکنه و داره یک در واقع چیزی رو ارائه میده توی یک میتینگی یه پریزنتیشن داره میده در مورد یک الگوریتم های ماشین لرنینگ که مربوط به هوش مصنوعی که از طریق اونها گفته که ما اعضای همس رو شناسایی کردیم در قضه و گفته که این کار در از ده روز انجام شده به وسیله این مدل ها و اگر به خاطر این رو در دسترس نداشتیم این بیشتر از یک سال طول کشید و بعد خبرهایی هم بود در مورد اینکه بخ... برای تعیین اون اهداف بمباران هم از هوش مصنوعی استفاده کردن و تعداد خیلی زیادی رو تعیین کرده البته بعدا تکذیب کردن گفتن که نه ما تصمیم ها رو انسان میگیره نه هوش مصنوعی اما همین که وجود این که چنین تکنولوژی رو برای این کاربرد استفاده بشه ازش چون شما شاید بدونین که ما اگه وقتی که مدل ایجاد میکنیم برای پیشبینه هر چیزی برای اینکه هر،, هر کاری که به مدل دادیم که انجام بده قبل از اینکه توی شرایطی که بهش میگیم زندگی طبیعی زندگی معمولی واقعی real لایف استفاده بشه باید از طریق یک سری داده های که اون داده نبوده که مدل رو از ایجاد کرده دوباره تست بشه وریفای بشه بدون اون نمیتونه استفاده بشه حالا شما ت... اگه تصور شما کنین چنین مدلی که برای شناسایی کردن کسانی باشه که اینها در واقع میخواستن به قلط برسونن خب به ب... ب... این ترتیب که شما نمیتونین چنین چ... مدلی رو تست بکنید نمیتونین اون مرحله وریفیکیشن رو براش انجام بدین مگر اینکه یک تعداد زیاد آدم رو به قتل برسونین و بعد از اون بیاین بگین که ببینین که مدلتون کار کرده نکرده خب این اینا چیزهایی هست که تکن... این تکنولوژی در اختیار گذاشته از نکات مثبت بگیریم تا به این ترتیب که خب میتونه فاجعه بار باشه چون گفته میشه که به وسیله این مدل سی هفت هزار نفر رو این, این مدل گفته که تعیین کرده که اینها مربوط هستن به هم هست من نمیدونم که چطور با اون نتیجه این مدل اینها کار کردن این سه تا کاربرد رو من فکر کردم که هر کدوم یک نکته هایی دارن که لازم هست که هم در موردشون صحبت بشه و برای همین عنوان کردم در اول که ما لازم یک زبان مشترک داشته باشیم با ترمانولوژی که در دسترس باشه هم برای عموم مردم و رسانه ها و بخش خصوصی عمومی و کسانی که سیاست گذاری میکنن در مورد این موضوع اینا مجموع این تکنولوژی بود به اضافه اینکه کل هوش مصنوعی و استفاده از اینترنت در واقع اگر بخوایم رد پاشو به از از, از به خاطر گرمایش زمین و کلایمت چینج در نظر بگیریم این رد پای بسیار بزرگی داره و یکی از علت هاش این هست که همین بیگ دیتا این دیتایی که ما داریم نه فقط دیتا که برای پوش و استفاده میشه هرچی که عکس دارن مردم توی فیسبوک از گربه هاشون و از مسافرت هاشون و اینا تمام این داده ها باید اگر وقتی که داره برای هوش مصنوعی استفاده میشه از همه کانتنت اینترنت اینا باید یک جایی به طور فیزیکی نگهداری بشه جایی که بهش میگن یعنی دیتا سنتر یا اونایی که وقتی که از یک حجمش خیلی بزرگتر بشه میشن هایپر سکیل دیتا سنتر این دیتا سنترها ها به خاطر اینکه سرور های خیلی بزرگ زیادی توشون هست اینا معمولا ساختمان های عظیمی هستند. اینا لازم دارن که خنک کننده داشته باشن به خاطر وجود اون سرورا اون درجه حرارت تو اون ساختمون ها خیلی زیاد میره بالا و اینا لازم دارن که سیستمی داشته باشن که خنک بکنه اگر اینطور نباشه اینا ممکنه که گرم بشه کار نکنه سرورا اینترنت مثلا واسه یک جایی قطع بشه و خب این اصلا قابل تصور نیست الان دیگه تو این مرحله اینا همه این همه این جنریتور دارن جنریتوری که با دیزل کار میکنه بعضا برای اینکه نمیتونن ریسک بکنن که اینها انرژی نداشته باشن برای خنک کردن و این در حالی هست که داره به طور اکسپوننشال تعدادشون زیاد میشه در و از یک طرف بیزنس خیلی بزرگی هستن که از از سال 2021 و 62 بیلیون بوده پیش بینی میشه که در سال 2030 برسه به 500 بیلیون و دو سال بعدش بشه 900 بیلیون یعنی داره به, به طرز خیلی عجیبی پیشرفت میکنه این به این منجر شده که حتی کسایی مثل سم که سی ای اوی این همین اوپن ای, آی هست که چت‌دی‌پی‌تی محصولشه در داووس اخیر اعلام کرده که ما لازم داریم که یک نوع جدید انواع جدید برای تولید انرژی به داشته باشیم برای اینکه انرژی که هوش مصنوعی لازم داره یا یا در واقع اینترنت و داده ها لازم دارن که وجود داشته باشن که اون وقت بتونه روح هوش مصنوعی باهاشون کار بکنه خیلی بیشتر از اونی هست که همه انتظارش رو دارن و خب این یک مسئله ای هست که هم از نظر گرمونش زمین مهمه و هم اینکه کلا انرژی داره مصرف میشه به این ترتیب و اگر نباشه چی وقتی که الان سیستم های HGM در جامعه از بیمارستان گرفته تا رفت آمد تا خیلی چیزای دیگه داره بستگی پیدا میکنه به هوش مصنوعی خیلی ممنون از توجهتون امیدوارم که سرتون درد نیوورده باشم و حداقل یک نکاتی باشه که